گلهای زیبای ایرانم. خوب گوش کنید به گلواژه قلبم. داریم به جانستان عشق نزدیک میشیم، در این راهی که قدم گذاشته ایم و بیقرار آزادی گشته ایم. طلوعش از مقر قله ها دارد میرسد، ناله مادران بیقرار، صرف های بالای دار، کبوتران در بند و چشمان بیدار، دختر گریان و پدر گرفتار، نوزاد گرسنه شیر خار را به یاد آورید و برخیزید. دیگر وقت قضاوت و بدگویی و گمان زنی از پشت گوشی نیست. دیگر وقت سخن پرانی و به رخ کشی شکل و شکوه مجازی نیست. مملکت دارد به تاراج و غارت می رود. قطره ای جوهر شرف بر رگهایتان بچکانی، جای خفتن و نشست خاری، بیستید در رسته سرداری، چادر ز گوشی برکنید و فرون از خانه شوید. سلحشوری از این مانسر در دل تاریخ باشید، مزدور و مزدل و تماشاچی نباشید. دل از این بردگی و ذلت ببرید، پوتین ها را بپوشید، بدون عقب‌گرد سینه سپر در کنار من ایستاده بنگرید. تا فرمان ندادم وارد میدان نشوید. میدان نبرد برای مردان و زنان نبرد است، نه برای خنجر از پشت شانه کفتار. مردم را با خبر کنید، من پسر کوهستان، رهبر قیام بزرگ ایرانم. برای خودنمایی نیامدم، آمدم در صف اول، سینم را مقابل گلوله ها قرار دهم. کنارم باشید تا زخمهایم وجدانتان را به درد نیاورد. کنارم باشید تا فرزندانتان بی غیرت نخواند شما را. کنارم باشید. رهبر قیام بزرگ ایرانیان، همراه سردارانم، با اعتماد به فرمان روای عالم، پروردگار جهانیان، حق گو و حق رو، در دفاع از قلم رو، حیثیت، هویت، حریت، محرومیت، مظلومیت، شرافت، انسانیت، قرش می کنیم و قاعده هر انسان غیرتمندیست قرش کردن. غیرتمندان را به حضور در میدان نبرد انقلاب 14 آبان 1400 بر علیه سالم ترین اخوند نامرد فریاد میزنیم. حضور من در کنار مردمم و حضور مردم در کنار من، از مرد و زن، پیر و جوان، کودک و نوجوان، اصل قیام میباشد. اگر خواستار یک قیام و تشکیل انقلاب بزرگ میباشید، ابتدا از درون خودتان لعنت به بی غیرتی را شروع کنید. نیم قرن تحقیر، گرسنگی، تشنگی، درد و ظلم را به یاد آورید و 14 آبان 1400 با خانواده وارد میدان شوید. برای رسیدن به ارزش‌های انسانی باید شجاع بود، باید